سلام به دوستان خلاقم توی کانال خدا عزمان. اولین ویدیوی آبکاری فلزات رو میخوایم با استفاده از یکی از محصولاتی که توی همین کانال تولید کردیم و روش اون رو توضیح دادیم و انجام بدیم. میخوایم آبکاری مس انجام بدیم. برای اینکه سطح فلزات رو مسی رنگ کنیم میتونیم از این روش استفاده کنیم. احتیاج به یه منبع مس داریم برای این آبکاری که از سولفات مس استفاده میکنیم سولفات مس رو خودمون اینجا تولید کردیم ویدیوش رو میذارم اگه دوست داشتید بریم اون ویدیو رو هم تماشا کنیم یه مقداری از اون رو داخل آب مقطر میریزیم و اجازه میدیم تا یه حدی حل بشه لازم نیست کاملا حل بشه کنار میذارم اینجا یه شارژر موبایل داریم شارژر موبایل منبع 5 ولت مستقیمه وقتی که موبایل انتهایی که به موبایل متصل میشه رو قطع میکنیم چهار تا سیم هستش اونجا دو تا سیمش رو احتیاج نداریم یه سیم مشکی و قرمز هست اونا رو فقط احتیاج داریم سیم مشکی رنگ سمت منفی جریان مستقیم سیم قرمز رنگ سمت مثبت جریان هستش سمت منفی و سیم مشکی رو به این قاشق متصل میکنم قاشق چایخوری که میخوام آبکاری مسی روش انجام بدم سیم قرمز و سمت جریان مثبت رو به یک سیم مسی دیگه متصل میکنم اتفاقی که اینجا میفته اینه که از سمت مثبت جریان که این سیم مسی بهش متصله یونهای مس آزاد میشن فلز مس تبدیل میشه به یون مس و در سمت منفی جریان که این قاشق قرار گرفته قاشق استیل قرار گرفته یونهای مس به, شکل فلز مس روی سطح این قاشق قرار میگیرند و آبکاری میکنند این قاشق رو همطوری که میبینید یواش یواش داره یک رنگ مسی رنگی روی این قاشق ایجاد میشه بایستی حتما قاشق رو تکون بدیم تا تا اونجایی که ممکنه مسی که روی این قاشق آبکاری داره میشه یک دسته رو یک نباختر بشه اینجا خب شکلی که آبکاری کردیم یه شکل آماتوری آبکاری هستش و خیلی اصول آبکاری رو رعایت نکردیم پیش از آبکاری واسه یه چیزایی رعایت بشه مثلا معمولا وسیله‌ای که میخواد آبکاری بشه تمیزش میکنن با استفاده از روش مختلفی سیقلیش میکنن و بعد از آبکاری همه سری کارا رو انجام میدن تا خیلی آبکاری زیبا بشه و یک دست بشه توی آبکاری تقریبا میشه از هر فلزی استفاده کرد میتونه طلا باشه نقره باشه پلاتین باشه و فلزات دیگه ای که امکان آبکاری اونها وجود داره مثلا نیکل یکی از آبکاری هایی هستش که خیلی معمول داره انجام میشه توی کانال این آبکاری ها رو توی یک سری که شروع کردیم امروز اولین قسمتش رو دیدین میخوام انجام بدم این قاشق رو حالا مشاهده میکنید که خیلی قشنگ آبکاری شد و یک لایه ای از مس روی اون قرار گرفت حالا این دستش رو هم یه مقداری مسی رنگ میکنم و بعد از اینکه آبکاری انجام شد توی کموت میذارم و امیدوارم که کسی متوجه نشه قاشق تغییر کرده همونطوری هم که مشاهده میکنید اون مقدار کمی از سولفات مس که حل نشده بود الان تقریبا کاملا حل شده و سولفات مسی هم که توی محلول بود اون هم داره کمرنگ میشه و به شکل فلز مس روی این قاشق قرار میگیره حالا تو این مرحله میتونستیم یه مقداری سولفات مس اضافه کنیم تا آبکاری با قدرت بیشتر و سرعت بیشتری انجام بشه تقریبا هر وسیله فلزی رو میشه آبکاری کرد اینجا برای مثال یه سکه 500 تومنی رو آوردم که یک سمتی از اون رو آبکاری میکنیم میتونید برای زیبا شدن شیرالات اونها رو آبکاری کنید شیرالاتی هم که اصلا میخریم یک لایه از آبکاری نیکل یا شیرالاتی که مسیرنگ هستن آبکاری مس روی اونها انجام شده این شیرالات وقتی که قدیمی میشن میشه دوباره اونها رو تمیز کرد و یه آبکاری جدید روی اونها انجام داد مثل روز اولشون میشن اینجا هم یه کلید آوردم یه مقدار کمی روی اون آبکاری مس انجام دادم هر وسیله فلزی پس امکان آبکاری کردن رو داره اگه یه وسیله فلزی دارین که خیلی دوستش دارین میتونین اون رو حتی طلا آبکاری کنید امیدوارم این قسمت رو هم دوست داشته باشید حتما توی قسمت کامنت ها موضوعاتی رو که علاقمند هستید برای من بنویسید سوالاتی رو اگه دارید بپرسید و خدا نگهدار